19 تن از مخالفان مصالح دولت در ولایت غور به روند صلح پیوستند. مسئولان محلی در ولایت غور میگویند این افراد با 16 میل جنگ افزار و مقدار مواد منفجره به دولت تسلیم شدند. ولی غور میگوید این افراد پیش از این به مدت 4 سال در ولسوالی تولک این ولایت فعالیت های ضد دولتی داشتند. همکارم در این مورد گزارش می‌دهد. این افراد پیش از این فعالیت‌های ضد دولتی در ولایت غور داشتند، اما سرانجام سلاح‌هایشان را بر زمین گذاشتند و به روند صلح پیوستند. 19 تن که در جریان 4 سال اخیر در ولسوالی تولک ولایت غور فعالیت‌های تخریبی و ضد دولتی داشتند. این افراد 16 میل جنگ افزار و مقدار مواد منفجره را نیز به پلیس تسلیم کردند. ولی غور میگوید در جریان سال جاری این پنجمین گروه مخالفان مسلح دولت در این ولایت است که به روند صلح پیوسته است. او همچنان از دیگر گروه های مخالف مسلح دولت در غور میخواهد که به دولت تسلیم شوند، اما هشدار میدهد که اگر طالبان از جنگ دست بر ندارند از سوی نیروهای امنیتی از بین خواهند رفت. خوشبختانه امروز این گروه رسما به دولت پیوست و اعلام آمادگی و همکاری کرد و اینا تعدادشان در حدود 19 نفر هست با صلاحیت داشته خود به دولت پیوستن و همکاری اعلان کردن و همچنین تعهد سپردن که در مناطقش من بعد به دفاع از امنیت مردم و به دفاع از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان قرار. این افراد با تلاش مدیریت استخبارات فرماندهی پلیس ولایت غور بر روند صلح پیوستند. در این حال فرمانده این گروه 19 نفری میگوید به دلیل عملکرد نادرست مخالفان مسلح دولت و ختم عملیات نیروهای خارجی از جنگ دست برداشته است. او همچنان تاکید میکند که برای تامین امنیت مناطقشان با دولت همکاری میکنند. سفر رضا خداوند به گرفتیم که صلح خیر است. به واسطه اینمی امر خداوند قبول کرده و اینمی پلیس را قبول کرده و آمدیم به پلی اینمی خوبه. در این حال شماری از فعالان مدنی در ولایت غور با اینکه پیوستن مخالفان مسلح دولت را به پروسه صلح برای تامین امنیت در این ولایت مؤثر می‌خوانند، اما تاکید می‌کنند که بیشتر افراد پیوسته بر روند صلح سلاح‌های کنه و غیر قابل استفاده را به دولت تسلیم میکنند. اینا باید در مورد جذب گروه ها که چگونه گروه های هست، آیا مخالف نظام است یا نه گروه های فرصت طلبی که فقط از امکانات دولت به نفع استفاده میکنند. امیدوار هستم این موضوع هم مورد پیگیری تمام نهادهای ذی‌دخل باشد. این پنجمین گروه از مخالفان مسلح دولت است که در جریان سال جاری در ولایت غور به روند صلح پیوسته است. حدود 80 تن از طالبان مسلح در این ولایت از جنگ دست برداشتند و با دولت یک جا شدند.